افغانستان یکی از مهمترین پایگاه‌های القاعده بوده است. رهبری القاعده زمانی که در افغانستان بود، حمله‌های 11 سپتامبر بر ایالات متحده انجام شدند. این گروه در ماه‌های گذشته هم تبلیغات را درباره جنگ نیروهایش در افغانستان پخش کرده است و به تازگی از کشته شدن یکی از رهبران مهم این گروه، حسن المصری، در افغانستان گزارش شده است. طالبان همواره داشتن رابطه را با القاعده و سازمان‌های حراس افغان دیگر رد کردند. در این گفتگو، این گفته‌های طالبان را با هماهنگ کننده تیم نظارتی سازمان ملل متحد بر القاعده، داعش و طالبان به بحث می‌گیریم. با ما باشید. آقای ادموند براون، رئیس تیم تحلیل و نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد، به برنامه خوش آمدید. تشکر از شما. تشکر. رابطه طالبان و القاعده در افغانستان چگونه است؟ آنان چیها را در همکاری با هم انجام می دهند؟ خب، این رابطه پیشینه دراز دارد و نوز هم نزدیک است. آنان در چندین بخش همکاری دارند. القاعده در بخش آموزش و جنگ با نیروهای طالبان دخیل است. پس از توافقنامه آمریکا، طالبان در تعهدات طالبان در مبارزه با حراس افغانی بهبود آمده است؟ نمیتوانم درباره تعهدات چیزی بگویم، اما از تغییر چشمگیری در رابطهشان با القاعده اطلاع ندارم. طالبان در برخی از عملیات ها در برابر داعش خراسان دخیل بودند. آیا طالبان آماده قطع رابطهشان با القاعده هستند؟ هیچ ثبوت وجود ندارد. درک من این است که رابطه طالبان و القاعده بسیار عمیق است. آنان تاریخ مشترک، همکاری نزدیک، همبستگی ایدئولوژیک و روابط خویشاوندی دارند. پس چگونه ارزیابی میکنید که اگر روند صلح سرعت بگیرد، القاعده را با چالش روبرو خواهد ساخت؟ خب، تیم من و کمیته سازمان ملل که برای آن کار میکنیم از روند صلح حمایت میکنند و برای حمایت و تسهیل آن هر کاری که بتوانیم انجام میدهیم. درباره چالشی که القاعده در برابر روند صلح به وجود میآورد باید بگویم که پیشبینی این است که طالبان از هر تهدیدی از افغانستان در برابر بیرون از این کشور جلوگیری کند، به شمول تهدیدهای القاعده. اگر القاعده کنترل نشود، در برابر روند صلح تهدید خواهد بود. جنگجویان القاعده در میان طالبان هستند و یا در گروه های کوچک خودشان می جنگند؟ به نظر می رسد که یک جا با طالبان کار می کنند. آنان به طالبان وفادار هستند و از آنان پشتیبانی می کنند. روشن است که طالبان فعالیت بیرونی را که در افغانستان طرح‌ریزی شود تحمل نمی کنند. هدف های طالبان در افغانستان هستند. القاعده در چند ولایت افغانستان فعال است و چی تعداد جنگجو دارد؟ این پرسش دشواری است. آنان در چندین ولایت افغانستان فعال هستند. شمار دقیقش را نمیگویم، اما در چندین ولایت وسعت دارد. درباره شمار جنگجویانشان هم دشوار است که دقیق باشیم، اما میگویم که صدها تن هستند. در 11 دسامبر 2019 پایگاه هوایی بگرام آماج حمله قرار گرفت که در آن 2 تن کشته شدند و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. آیا این حمله از سوی القاعده انجام شده بود؟ در این باره اطلاعی ندارم. فکر می کنم که در گزارش اخیر کمیته در 27 می 2020 آمده است که شاید القاعده مسئول این حمله و برخی از حمله های دیگر بوده باشد.
آیا می توانید تایید کنید که از ظواهری رهبر القاعده در ماه فوریه 2020 با یحیی حقانی مسئول ارتباط شبکه حقانی با القاعده درباره همکاری های دو طرف دیدار کرده بود؟ فکر می کنم که این نیز در گزارش است. آیا درباره این دیدار جزئیات بیشتر داریم؟ We stand by our report. ما از گزارشمان دفاع میکنیم، اما جزئیات بیشتری ندارم. رابطه ایمن الزواهری و رهبران دیگر القاعده با اعضای مشخص طالبان، به ویژه برخی از اعضای شبکه حقانی نزدیک است. القاعده در شبه قاره هند هم زیر چتر طالبان فعالیت میکند. Yes, that's correct. بله، درست است. در گزارش آمده است که آنان در هلمند، نیمروز و کندهار فعال هستند. ما می خواهیم بدانیم که تفاوت میان هسته اصلی القاعده و القاعده در شبه قاره هند چیست؟ القاعده در اندین سب کانتیننت. موضوع مهم درباره القاعده در شبه قاره هند این است که این گروه بر مسائل منطقه‌ای تمرکز دارد. القاعده در بخش‌های از جهان شاخه های دارد. آنها را نام نمیبرم چون نمیخواهم که درباره بیرون از افغانستان و منطقه سخن بگویم. اما تفاوت میان این گروه و هسته اصلی القاعده وظیفه دارد که بر رهبری این گروه خدمت کند که بر جهان تمرکز دارد. آیا القاعده در حال ایجاد مرکزهای آموزشی تازه در افغانستان است؟ از مرکزهای آموزشی تازه اطلاعی ندارم. درباره یک واحد 2000 نفری که بر بنیاد گزارش تیم شما قرار بود در همکاری میان القاعده و شبکه حقانی ساخته شود چی؟ آیا می دانیم که این واحد ایجاد شده است یا نه؟ جزئیات تازه ندارم. معمولا ما درباره تحولات تازه گزارش می دهیم. ما اطلاعات تازه را از کشورهای عضو می گیریم، اما اکنون اطلاعات تازه نیست. در گزارش تیم شما از دیدار حمزه بن لادن با رهبران طالبان به شمول صدر ابراهیم در بهار سال 2019 در ولایت هلمند سخن گفته شده است. البته که پیش از آن که امریکا کشته شدن حمزه بن لادن را اعلام کند. اما طالبان همواره رابطه ایشان را با القاعده رد کردند. علت این کار چیست؟ درباره حمزه بن لادن چیزی برای گفتن ندارم. مرگ او سال گذشته اعلام شد، اما رابطه گسترده میان القاعده و اعضای بلندپایه طالبان هنوز هم نزدیک است. طالبان در جریان مذاکره با امریکا با القاعده مشورت کرده بودند. آیا فکر میکنید که القاعده بر تصمیم های طالبان نفوذ داشت؟ We have no reason to think so. We do know that there was consultation going on. دلیل نداریم که این گونه فکر کنیم. می دانیم که مذاکره داشتند. من این را اطمینان دهی طالبان به القاعده می دانم. اما این روشن نیست که این اطمینان صادقانه بود و یا تلاش طالبان برای جلوگیری از نگران شدن القاعده درباره جریان مذاکرات بود. Becoming unduly concerned about what was going on, that's not clear. اگر طالبان آماده نباشند که رابطه ایشان را با القاعده قطع کنند، چالش ها در برابر افغانستان و جهان چی خواهند بود؟ اگر طالبان و القاعده رابطه ایشان را حفظ کنند، از یک 11 سپتامبر دیگر ترس دارید؟ القاعده با چندین چالش مبارزه با راسفگنی روبرو است، نه تنها در افغانستان بل در بخش‌های دیگر هم. این اوضاع آسان نیست. این روزها ایمن الزواهری بیمار و ناتوان است. نباید چالش‌های را که القاعده با آنها روبرو است بزرگ نمایی کنیم. اما برای تیم نظارتی سازمان ملل و کسان دیگری که در مبارزه با راسفگن دخیل هستند مهم است که القاعده را زیر نظر بگیرند و بررسی کنند که در آینده چه می شود.
القاعده در سالهای اخیر زیر رهبری یک راه محتاطانه در پیش گرفته است، اما خودش را مقاوم نشان داده است و در برابر داعش روی کرد منفی گرفته است. این هم برای القاعده یک چالش است. القاعده شکست های نظامی داعش را در سوریه در سال 2019 احساس می کند. القاعده هیچگاه از طرح‌های عراس افغانانه در جهان دست نکشیده است، بل به گونه تکتیکی احتیاط کرده است. در سراسر زمانی که داعش در سرخط خبرها بود، القاعده خودش را در منازعات منطقه‌ای در جهان دخیل ساخته است. در جاهای توانایی های چشمگیر به دست آورده است. القاعده هنوز هم یک تهدید است. پرسش این است که این تهدید چه زمان عملی خواهد شد؟ البته که سرکوب تهدیدها از سوی رهبران القاعده چیز بزرگ است و تهدیدهای آینده را کاهش خواهد داد. فکر میکنید که در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان به این تهدیدها به گونه درست رسیدگی شده است؟ تیم نظارتی نمیتواند در این باره نظر بدهد. ما از روند صلح پشتیبانی میکنیم. یکی از وظایف کمیته 1988 که من برای آن کار میکنم کمک به تسهیل این روند است. آیا فکر میکنید که القاعده مرگ یکی از رهبران بلند پایش حسن المصری را در افغانستان پنهان میکند تا توافقنامه آمریکا و طالبان حفظ شود؟ بله، فکر میکنم که طالبان عمدن روابطشان را با القاعده مبهم نگه میدارند. البته که نمیخواهند با آواز بلند بگویند که رابطهشان را با القاعده و رهبران بلندپایه آن ادامه میدهند، زیرا این کار تعهداتشان و بیانیه های پیشینشان را صدمه میزند. طالبان میگویند که چنین رابطه ندارند و در افغانستان هراس افغانان خارجی زیر چتر آنان وجود ندارند. اما اینها درست نیستند. طالبان آماده نیستند که به گونه علنی چیز بگویند که با گفته های پیشینشان در تضاد باشد. The Taliban evidently is not ready publicly to say something that would contradict what it said in the past. And there are reports about درباره مرگ محمد المصری، یکی از رهبران بلندپایه القاعده در ایران گزارش می شود، جایی که بر بنیاد گزارش ها پس از حمله آمریکا بر افغانستان او در آنجا به سر می برد. آیا این گزارش ها را تایید کرده می توانید؟ در این باره گزارش ها را دیدم، اما نمی توانم آن را تایید کنم. در کل القاعده در سالهای اخیر در آسیا و آفریقا متحمل زیان‌های رهبری بسیار شده است. این کار چگونه بر توانایی‌ها و آینده این گروه اثرگذار است؟ این پرسش خوبی است. این کار اثرگذار است، اما به مؤثریت رهبری بستگی دارد. وقتی کسی از بین می‌رود، پرسش این است که شخص جانشین او چقدر اثرگذار است. آیا با کسی جاواجا می شود که به امان اندازه یا بیشتر اثرگذار است؟ به نظر می رسد که کشته شدن دروگدل رهبر القاعده در مغرب برای آنان مشکلات به وجود می آورد، زیرا او شخص با تجربه، اثرگذار و با نفوذ بود. او رابطه را میان هسته اصلی القاعده و گروه های وابسته به آن در منطقه ساحل به شمول جماعت نصرت الاسلام و المسلمین برقرار می کرد. درباره کشته شدن رهبران مشخص القاعده در شبه جزیره عرب هم همین گونه است. گفته می شود که القاعده در شبه جزیره عرب که یکی از خطرناکترین شاخه این گروه بود، ضعیفتر از گذشته است. آیا انتظار دارید که پس از کشته شدن بسیاری از رهبران بلند پایه القاعده یک نسل سرسخت‌تر القاعده را ببینیم؟ That's a very difficult question to answer, but پاسخ این پرسش دشوار است، اما پرسش خوبی است. این مسئله بیشتر به شرایط جاهای بستگی دارد که گروه های وابسته به القاعده فعالیت دارند. مثلا در منطقه ساحل تهدیدهای جماعت نصرت الاسلام و المسلمین بیشتر می شود. به نظر می رسد که آنان به دنبال هدفهایی هستند که این منطقه را خطرناکتر خواهند ساخت و سرانجام شاید فراتر از آن منطقه را نیز تهدید کنند. دقیقا روشن نیست که این زنجیره عراس افغانی در آینده چگونه متحول خواهد شد، اما آنان از منازعات حل ناشده سود می برند. از گروه هایی که گواه پیشرفت نبودند و یا از رهگذر اقتصادی نادار هستند سود میبرند. از همین رو تاثیرات اقتصادی همگیری کرونا به مبارزات با عراس افغانی کمک نمی کند، بل نارضایتی و تندروی را افزایش میدهد.
اما این که این کار از سوی القاعده صورت میگیرد و یا به شکل گروه های دیگری که هنوز در سطح جهان شناخته شده نیستند بروز میکند روشن نیست. درباره جانشینان محتمل ایمن الزواهری چی میگوید؟ ایمن الزواهری ضعیف شده است. جامعه مبارزه با راسفگنی از مدت به این سو باور دارد که او برای مدت درازتر رهبر القاعده نخواهد ماند. میدانید که در چنین مسائل نمیتوان با دقت پیش بینی کرد. جانشین محتمل او ابو محمد المصری بود که شاید زنده نباشد. پس او یک مصری دیگر به نام سیف العدل است. پرسش باقی این است که جانشین ایمن الزواهری به اندازه او یا بیشتر از او اثرگذار خواهد بود؟ پیشبینی این بسیار دشوار است، اما ویژگی رهبری ایمن الزواهری احتیاط و صبر راهبردی است. باید بدانیم که القاعده با یک رهبری دیگر شاید تهاجمی تر شود. Besides Al-Qaeda, which terrorist groups are active in Afghanistan under the umbrella of Taliban? Well, I don't want to give an exhaustive list. Of course, you would find that in our reports. من فرصت ندارم و شما آن را در گزارش ما پیدا کرده میتوانید. در افغانستان آنها را میشناسند. افغانستان گفته است که 20 گروه یا بیشتر از آن فعال هستند که برخی از آنها بزرگتر هستند. اما بگذارید که آنها را گروه بندی کنم. فکر میکنم که مهم است بدانیم که برخی از این گروه ها به گونه کلی یا قسمی از گروه های مرزی یا کسانی که از پاکستان هستند تشکیل شدند. گروه های دیگری هستند که بیشتر با آسیای میانه پیوند دارند. بزرگترین گروه طالبان پاکستانی و گروه های گوناگون آسیای میانه هستند. اخیراً ایالات متحده نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی را از فهرست گروه های هراس افغان بیرون ساخت و علت آن را نبود شواهد درباره وجود این گروه در یک دهه گذشته اعلام کرد. آیا این یک اقدام سیاسی در برابر چین است؟ یعنی آیا این تصمیم آمریکا درست است؟ یافته های شما درباره ATIM چی را نشان می دهند؟ نمیتوانم درباره تصمیم آمریکا نظر بدهم، زیرا جزئیات کامل منطق این کار را نمیدانم. اطلاعات علنی را در این باره دیدم، اما فرصت بررسی آن را نداشتم. باید بیاد داشته باشید که تیم نظارتی به اطلاعات کشورهای عضو وابسته است. این گروه در فهرست 1267 جا داده شده است. تا کنون کسی به ما مراجعه نکرده که گفته باشد در این اطلاعات تغییر آمده است. این گروه در سال 2004 میلادی از سوی اداره رئیس جمهور بوش به فهرست سیاه اضافه شده بود و در گزارش شما آمده است که این گروه وجود دارد و در افغانستان عملیات میکند. بگذارید این را پاسخ بگویم که این گزارش بر بنیاد گفته های کشورهای عضو تهیه شده و ما این اطلاعات را پذیرفته ایم. یافته های کنونی ما همین است، اما همواره پذیره اطلاعات تازه آنها هستیم و باید با جزئیات بدانیم که امریکاییان در این منطقه چی میبینند. درباره خود طالبان، فکر میکنید که طالبان درباره روند صلح اختلاف دارند؟ فکر میکنم که بله، اما مهم است که اغراق نکنیم. طالبان یک سازمان بزرگ است که عناصر بسیار دارد. پیشینه و قومیت اعضای آن متنوع هستند. موقعیت و تجربه گوناگون دارند. کسانی در افغانستان و کسانی در بیرون از افغانستان هستند. طالبان یک گروه یک پارچه نیستند. اعضای طالبان دیدگاه های گوناگون دارند. کسانی هستند که تندروتر هستند و بر روند صلح شک دارند. اما این علت نباید در این اختلاف ها اغراق کنیم که رهبری طالبان بر این گروه تسلط چشمگیر دارد و نظم سازمانی بسیار وجود دارد و در میان این گروه احساس مشترک وجود دارد. از همین رو طالبان با القاعده اطمینان دادند، زیرا رهبری طالبان فکر می کند که نه تنها برای مهار کردن القاعده بل برای مهار کردن طالبان که به القاعده نزدیک هستند نیز این اطمینان مهم است. اما تا کنون یک سازش چشمگیر طالبان را برای تشدید این اختلاف ها ندیده ایم. چالش فراراه طالبان در روند صلح این است که برای صلح تصمیم های دشوارتر بگیرند، به آن که وحدت درونیشان را صدمه بزنند.
شورای کویته چیست؟ یک اصطلاح جغرافیایی یا یک مفهوم تحلیلی؟ اعضای آن در کجا هستند؟ نمیتوانم جزئیات بیشتر بدهم. این یک اصطلاح پذیرفته شده است که بسیار به کار برده می شود. و نشان دهنده رهبری اصلی طالبان است؟ بله، یک بخش کلیدی است. فکر میکنید که هدف طالبان سرنگونی حکومت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی است؟ بله، طالبان پیامشان را درباره حکومت افغانستان و هدف توافقنامه صلح آمریکا با طالبان که آغاز مذاکرات صلح افغانستان است تغییر ندادند. مذاکرات صلح افغانستان در دوحه با تأخیر آغاز شدند و پس از آغاز این روند میان طرفهای افغان پیشرفت اندک داشته است. در حال حاضر طالبان نه تنها پیام رسانیشان بل سطح خشونت‌هایشان را نیز تغییر ندادند. هنوز هم در افغانستان گواه سطح بلند خشونت ها هستیم. شاید آنان استدلال کنند که این یک تکتیک مشروع برای نیرومند ساختن آنان در مذاکره است. اما اگر سطح خشونت ها را با پیام رسانی آنان در نظر بگیرید، دشوار است به این نتیجه نرسید که آنان فکر پیروزی نظامی را از سر بیرون نکردند. این در حال است که بر بنیاد گزارش تیم شما جنگجویان طالبان به ادامه منازعه علاقه ندارند. Yeah, that's a very interesting point. There's a really interesting dynamic there. این نکته جالب است. یکی از بهترین نکته های اخیر آتش بس عید فطر در سال 2018 بود. شما حتما خوشحالی ها را در جاده ها، روستاها و شهرهای افغانستان به یاد دارید. جنگجویان طالبان هم خوشحال بودند. روشن بود که هر دو طرف خوشحال هستند. مردم میخواستند که دوستان و اقوامشان را ببینند و بتوانند عید را تجلیل کنند. شک نیست که این کار رهبری طالبان را تکان داد. آنان این اوضاع را دشوار یافتند و نگران شدند که این نشان دهنده خستگی طالبان باشد. از همین رو توانستند که نظم را در میان جنگجویانشان دوباره برقرار کنند. اما خواست برای سال هنوز هم وجود دارد. در جریان مذاکرات آمریکا و طالبان تیم شما از اختلاف ها میان طالبان خبر داد. آیا پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان این اختلاف ها برجسته تر شدند؟ I don't see any sign that they're more pronounced now than they were then. I think نشانه ای از برجسته تر شدن این اختلاف ها نمی بینم. بیشتر آنها سوء تفاهم های میان طالبان بودند. نمی خواهم درباره اختلاف ها میان طالبان چیزی بگویم، زیرا آنها نظم سازمانی بزرگ دارند. اما سوء تفاهم ها و اختلاف های وجود دارد. این اختلاف ها در جریان مذاکرات آمریکا و طالبان هم وجود داشتند، زیرا طالبان تندرو نگران بودند که توافق های غیر قابل قبول انجام خواهند شد. اما از 29 فوریه به این سو طالبان سازش‌های بزرگ نداشتند. از همین رو برای عمیق‌تر شدن این سوء تفاهم‌ها علت‌های وجود ندارد. شما باور ندارید که طالبان تندروتر که عامل افزایش خشونت‌ها در افغانستان پنداشته می‌شوند بتوانند روند صلح را منحرف بسازند؟ Well, it's not totally clear to me that it is them who are behind the intensifying violence. I mean, the camp. برای من روشن نیست که آنان در پشت پرده افزایش خشونت‌ها باشند. یعنی خشونتی که طالبان در برابر حکومت افغانستان و هر کسی که از حکومت پشتیبانی میکند به پیش میبرند سیاست طالبان است. نمیتوانید بگویید این چیزی است که از سوی رهبری طالبان پشتیبانی نمیشود، اما این تهدید در برابر روند صلح است. در هر روند صلح به دنبال اعتماد سازی می باشید. به دنبال این می باشید که طرف های درگیر تمایلشان را به مصالحه و این که منازعه در آینده ادامه نیابد نشان دهند. من این تمایل را از سوی حکومت افغانستان می بینم، اما نه از جانب طالبان. فکر میکنید که رهبری طالبان جزئیات توافقنامه این گروه را با آمریکا به ویژه قطع رابطه را با القاعده از ترس واکنش جنگجویانشان به گونه کامل به آنان برملا نساختند؟ نمیدانم که رهبری طالبان به جنگجویانشان چی گفتند. نمیتوانم این پرسش را پاسخ بدهم. چرا طالبان اطمینان دارند که با زور می توانند به قدرت برسند؟
Yeah, I think that's a very good question. You know, the Taliban has. این پرسش خوبی است. پیام طالبان بسیار منظم و تندروانه است. آنان این روایت را به وجود آوردند که در میان جنگ پیروز می شوند. اما روشن نیست که واقعا در میدان جنگ پیروز می شوند. اگر به تحولات جنگی سالهای اخیر ببینید، روشن نبوده است که طالبان بیشتر بخشای افغانستان را به گونه مثبت در کنترل داشته باشند. تلاش های طالبان برای در کنترل در آوردن شهرهای بزرگ تا اندازه بسیار ناموفق بودند. طالبان می دانستند که این کار به حکومت افغانستان و متحدانش فرصت عمله های بیشتر را می دهد. از همین رو تکتیک عمله های چریکی و نامتقارن را در پیش گرفتند. فکر می کنم طالبان درک کردند که احساس فزاینده بی ثبات در افغانستان که طالبان می خواستند به دست آمده است. طالبان توانستند بسیاری از مردم را به این احساس برسانند که ناامن هستند و حکومت نمیتواند از آنان محافظت کند. از همین رو شمار بخش های زیر منازعه که حکومت بر آنها کنترل یا ثبات ندارد افزایش یافتند. اما این مانند کنترل به ثبات طالبان نیست. دلیل نیست که فکر کنیم اگر طالبان تنها یک روی کرد نظامی را برای بازگشت به قدرت در پیش می گرفتن می توانستند که بر این بخش ها کنترل یا ثبات داشته باشند. اگر توافقنامه امریکا و طالبان یکسره عملی شود، میان هواداران و مخالفان القاعده در طالبان اختلاف را به وجود خواهد آورد؟ فکر میکنم که ممکن است، اما نباید فراموش کنیم که طالبان به گونه روشن گفتند که هدفهایشان در افغانستان هستند و القاعده یک گروه هراس‌افغانی جهانی است. اما با القاعده هم بستگی و روابط نزدیک داشتند. اما اگر رهبری طالبان به گونه روشن میگفت که اکنون زمان تغییر مانادار است و ما تنها به دنبال صلح در افغانستان هستیم و در چنین شرایط فعالیت گروه های هراس افغان جهانی در افغانستان همان گونه که برای حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست، برای ما هم پذیرفتنی نیست. اگر طالبان این تصمیم دشوار را می گرفتن و آن را عملی می ساختن، هم برایم روشن نیست که طالبان جدا می شدن. فکر می کنم که نظم سازمانی و احساس پیشرفت در میان آنان شاید آنان را یک جا نگه دارد. با در نظر داشت این مسئله باید گفت که اشخاص و یا حتی گروه های کوچک شاید در مخالفت با این تصمیم از طالبان جدا شوند، اما از این کار می ترسند، زیرا طالبان با کسانی که از این گروه بیرون شوند برخورد خوبی ندارند. برایم روشن نیست که چه تعداد از طالبان شاید از این گروه جدا شوند، اما در افغانستان هراس افغانان خارجی بسیاری هستند که با تهدیدهای بیشتری روبرو هستند و زمینه پیوستن آنان به کسانی که با توافق صلح مخالف هستند بیشتر است. پس از یک توافق صلح در افغانستان، راه حل برای این جنگجویان خارجی چی خواهد بود؟ راه حل آسان و روشن وجود ندارد. حضور خارجیانی که ضد جامعه هستند و رویکرد خشونت آمیز دارند در افغانستان برای این کشور و هر کسی که بخواهد در این کشور به گونه سازنده حاکمیت کند یک مشکل است. پرسش این است که با این مردمان چه می شود؟ آیا با ترک افغانستان مجبور ساخته می شوند؟ آیا مجبور می شوند نشان دهند و تعهد کنند که شهروندان متحدتر افغانستان می شوند؟ آیا به داعش خراسان می پیوندند و به جنگ در برابر صلح و برای هراس افغانی خارجی می جنگند؟ فکر می کنم که ترکیب از هر دو خواهد بود. تهدید گروه حزب ولایت اسلامی که بر بنیاد گزارش ها از اعضای بلندپایه طالبان که با صلح مخالف هستند ساخته شده است چقدر بزرگ است؟ شاید این نخستین گروه در میان طالبان باشد که به گونه عام با صلح مخالفت کرده است؟ در این باره اطلاعات بیشتری ندارم. آیا اعضای دفتر سیاسی طالبان ماهانه $10,000 تنخواه دارند؟ چیز نمی دارم. این چیزها بیرون از محدوده ماموریت تیم نظارتی است. این در آخرین گزارش تیم شما آمده است. ما می خواهیم بپرسیم که کی به آنان این تنخواه را می دهد؟ به هر حال خطر بیرون شدن ناگهانی و دور از انتظار نیروهای خارجی از افغانستان، به ویژه پایان دادن حمایت هوایی نزدیک از نیروهای افغان چیست؟ especially ending a close air support to Afghan forces.
Well, I don't want to comment on the possible approaches of members of the international community. That's not really نمیخواهم درباره رویکردهای محتمل اعضای جامعه جهانی سخن بگویم. این ماموریت تیم نظارتی نیست، اما حمایت متحدان بین المللی از حکومت افغانستان بسیار مهم است. موفقیت افغانستان در آینده بر روابط بین المللی نیرومند بستگی دارد. فکر نمی کنم این احساس وجود داشته باشد که جامعه جهانی افغانستان را ترک می کند. سرانجام با ثبات شدن افغانستان، با سازی و موفقیت آن در آینده به حمایت بین المللی نیاز خواهد داشت. Ultimately the stabilization of Afghanistan and reconstruction and its prospects in the future will require a lot of international support. One more question about the Taliban. یک پرسش دیگر درباره طالبان و خشونت در افغانستان و پس از آن به موضوع داعش می رویم. ما گواه افزایش انفجارهای بمهای مغناطیسی به ویژه در کابل هستیم. کس مسئولیت این حمله ها را نمی گیرد. در این حمله ها کسان بسیاری را از دست داده ایم. دیروز یک خبرنگار مطرح پیشین را از دست دادیم. درباره حمله های درون از سوی طالبان بر مقام های حکومتی هم گزارش می رسد. در این اواخر در لوگر، کندز و مزار شریف. درباره این حمله ها گزارش دارید؟ می دانیم که مسئول آنها کیست؟ Government officials recently in Logar, Kunduz and Mazar-e-Sharif. Do you have any reports about these attacks? Do we know who are the responsibles? Well, first of all, let me give my condolences, of course. نخست بگذارید که به علت جان باختن این خبرنگار پیشین و تمامی کسانی که در این حمله ها جان باختند همدردیم را ابراز کنم. ما این رویداد را با اندوه و خشم می‌بینیم، زیرا این خشونت‌ها از مدت‌ها به این سو در افغانستان جریان دارند. می‌دانیم که حکومت، جامعه مدنی و خبرنگاران افغان از این حمله ها صدمه‌های بسیاری دیدند. گاه داعش خراسان مسئولیت برخی از این حمله ها را گرفته است، اما رویدادهایی هستند که مسئولان آن روشن نیستند. نمیخواهم درباره حمله های اخیر با جزئیات سخن بگویم، زیرا واقعا نمیدانم که مسئول آنها کیست. اما در گذشته رویدادهایی را دیدم که داعش خراسان مسئولیت یک حمله را گرفته است، اما روشن نبوده است که آنان واقعا مسئول باشند. این چهره یک منازعه پیچیده و چند طرفی در افغانستان است. طالبان از هر چیزی که حکومت افغانستان ضعیف می‌سازد سود می‌برد. از هر چیزی که حکومت افغانستان را منحرف بسازد و با سیاست طالبان که نشان دادن این موضوع به مردم است که حکومت افغانستان نمی‌تواند امنیت را تضمین کند، هم نوا باشد، سود می‌برند. از همین رو باور داریم رویدادهایی هستند که میان شبکه عقانی و داعش خراسان همکاری تاکتیکی بوده است. شاید در برخی از حمله هایی که داعش مسئولیت آنها را گرفته است عناصر شبکه عقانی دخیل بوده باشند. In attacks that have been claimed by ISIL Khorasan. And about the drone attacks that Taliban درباره اتهام حمله های درون از سوی طالبان چی؟ Well, I think the only thing I would say, you mentioned IEDs as well. I mean, درباره ماین های مغناطیسی هم سخن گفتید. طالبان برای کارگیری از این ماین ها توان بسیاری دارند. درباره درون ها از دید تیم نظارتی این تازه است. ما درباره آنها در بخش های دیگر جهان سخن گفتیم. کارگیری از آنها یکی از تاکتیک های داعش در گذشته بوده است. اما مسلح سازی درون ها چیزی است که هر گروه اراس افغان یا شورشی می تواند انجام دهد. من درباره توان طالبان در این باره اطلاعی ندارم، اما دلیل ندارم که بگویم چنین توانایی ندارم. So I have no knowledge of the Taliban's drone capability, but I have no reason to say that they don't have one. Last part of the interview about بخش اخیر گفتگو درباره داعش. آیا داعش خراسان با رهبری اصلی داعش ارتباط منظم و مستقیم دارد؟ بله، این پرسش خوبه است. اکنون این رابطه کمتر است، زیرا رهبری اصلی داعش گواه شکست‌های نظامی بزرگ در سال 2017 میلادی در عراق بوده است که در سال 2019 در سوریه ادامه یافتند. در این دوره این فشار ضد اراس افغانی شدید که داعش زیر آن بود ارتباط گیری و رهبری برایشان دشوارتر شده است.
اما جالب این است که با وجود این فشارها آنان توانستند که تا اندازه در ارتباط باشند، پول انتقال بدهند. هیچگاه رابطه میان هسته اصلی داعش و ولایت‌های خودخوانده آنان کاملا قطع نشده است. درباره داعش خراسان هم همین گونه است. ما می‌دانیم که هسته اصلی داعش در گماشتن رهبران داعش خراسان نقش داشته است. رهبران این گروه هم کشته شده‌اند و رهبری تغییر کرده است. اما به نظر می رسد که تا کنون هسته اصلی داعش در گماشتن افراد بلند پایه داعش خراسان نقش دارد. ISIL core still has a role in determining those kind of top appointments. And as آیا داعش خراسان می خواهد که با عملی ساختن رویکرد هسته اصلی داعش یک اجندای جهانی را به پیش ببرد و خاک افغانستان را برای رسیدن به کشورهای منطقه کار بگیرد؟ Yes, that's definitely part of their intent. It's not necessarily. بله، این بخشی از قصد آنان است. نه اینکه حتما توان آن را داشته باشند و این پرسش اصلی است. داعش خراسان زیر فشار بسیاری بوده است. در جوزجان حضور داشتند که در تابستان 2018 پایان یافتند. سپس آنان در مرکز اصلیشان در ننگرهار شکست بزرگ دیدند. در پایان بسیاری از اعضای آن تسلیم شدند. در کنار هم که پس از شکست در ننگرهار به آنجا رفته بودند، بسیاری از آنان کشته شدند. با این همه هنوز هم فکر میکنیم که آنان هنوز هم در افغانستان از 2000 تا 2200 جنگجو دارند که یک شمار بزرگ است. آنان هنوز هم میتوانند که در افغانستان عمله کنند و به اجندای بین المللی داعش وفادار هستند. هسته اصلی داعش میکوشد که توان عملیاتی خارجیش را احیا کند، اما میدانند که تنها با انجام دادن عمله های بزرگ اثرگذار میتوانند شهرشان را حفظ کنند و جنگجویان تازه جلب کنند. سیاست بین المللی داعش این است که توان عملیات خارجی را احیا کند و بتوانند در جهان عمله های با اثرگذاری بزرگ انجام دهد. زمینه احیای این توان بیشتر در عراق و سوریه مساعد است، اما داعش نشان داده است که اگر ممکن باشد در بخش‌های دیگر همچنین کار می‌کند. به عبارت دیگر اگر جای بهتر برای این کار باشد که این توان را احیا کنند، این گونه خواهند کرد. چند سال پیش نشانه‌های از این کار در لیبیا وجود داشتند، اما ناموفق بود. نکته این است که اگر داعش خراسان زیر فشارهای ضد راسفگنی نمی بود و می توانست که خودش را ثابت بسازد، ممکن بود که با یک مرکز مهم تحریزی فعالیت‌های برای تهدید کشورهای منطقه و شاید جهان مبدل می شد. آیا داعش خراسان می خواهد طالبان را که با روند صلح مخالف هستند جلب کند؟ Yes, they do. That's quite clear. ISIL Khorasan has adopted. بله، می‌خواهند. این روشن است. داعش خراسان موقف مخالف روند صلح داشته است و می‌کوشد خودش را همچون تنها گروهی که بر راسفگنی جهان متحد است نشان بدهد. شاید امید اصلی آنان به باستوانایی این است که روند صلح پیشرفت کند و کسانی که با این روند مخالف هستند به داعش خراسان بپیوندند و این تنها گروهی باشد که می توانند با آن یک جا شوند. Elements, people who are rejectionists and cannot accept the peace process would join ISIL Khorasan because it would be the only place that they could turn to. آیا هسته اصلی داعش در تصمیم گیری های داعش خراسان نقش کلیدی دارد و یا این یک روند محلی است و هسته اصلی کنترل را به گروه های منطقه‌ای می دهد؟ فکر می کنم که دیدگاه دوم درست است. هسته اصلی داعش مجبور شد که به شاخه های منطقه‌ای صلاحیت های بیشتر بدهد. بیلت های عملی، اگر امیرالمولا خلیفه خودخوانده داعش میخواست که امور ولایت های آن را اداره کند، نیازمند ارتباطاتی بود که سرانجام به پیدا شدن کشتن و یا بازداشت او می انجامید. از این رو هسته اصلی داعش به شاخه های آن به شمول داعش خراسان صلاحیت های بیشتر داده است. هسته اصلی داعش این روزها بیشتر سرگرم تعیین مسیر و گماشتن افراد بلند پایه است. فراتر از آن داعش خراسان تاکتیک هایی را که خودش تعیین کرده است دنبال می کند. این تاکتیک ها زیر تاثیر واقعیت ها در افغانستان و منطقه قرار دارند. داعش خراسان فعالیت هایش را چگونه تمویل می کند؟ از کجا پول پیدا می کند؟ They have struggled for money more
در این اواخر برای پیدا کردن پول با مشکل روبرواند. 3 سال پیش که نخست به این وظیفه آمدم، به نظر می رسید داعش خراسان برای جبران کشته شدن جنگجویانش توان تمامی نشدنی دارد. شمار بزرگ از آنان کشته شدند، اما شمار کلی جنگجویانشان کاهش نیافت و علت آن این بود که به جنگجویانشان پول قابل ملاحظه می داد. پول بسیاری داشت که از هسته اصلی داعش می گرفت. بیرون از افغانستان هم منابع پولی داشت و از اخاذی و سوء استفاده از منابع در داخل افغانستان هم پول به دست می آورد. از همین رو از سوی جنگجویان بهترین پرداخت کننده پول به شمار می رفت. اما دیگر این گونه نیست. شاید این یکی از علت های کاهش جنگجویان این گروه باشد. تنها 2 پرسش دیگر. تأثیر بیماری کووید 19 بر فعالیت های حراس افغانانه در جهان چی بوده است؟ It's complex and it's not uniform. تأثیر پیچیده داشته است و در تمامی بخش ها همسان نبوده است. زمانی که در ماه مارچ توجه جهان بر کووید 19 متمرکز شد، واکنش نخست داعش این بود که این بیماری مجازات برای دشمنان این گروه و کافران است. همچنان گفت زمان آن است که از انحراف توجه دشمنانش کار بگیرد و ممکن خواهد بود که حمله های انجام دهد. داعش درباره سلامتی جنگجویانش هم نگران بود و نمیخواست آنان به جاهای سفر کنند که با خطر روبرو باشند. آن زمان هنوز کاملا روشن نبود که تاثیرات این همگیری چی شاید باشد. در 8 ماه گذشته دیده ایم که تهدیدهای حراس افغانانه در بخشهای دور از منازعه در جهان کاهش روشن یافتند. مثلا در خیابانهای نیویورک که من زندگی می کنم یا در جاده های لندن و سنگاپور تهدید کاهش یافته است. به این علت که همگیری کرونا داعش را به چالش های عملیاتی روبرو می سازد. سفر آنان دشوار است. این روزها سفر کردن محدود شده است و تدابیر ضد سفر حراس افغانان هم پابرجا هستند. رویدادهای را دیده ایم که سفر حراس افغانان رصد شدند و با بازداشت آنان انجامیدند. همچنان داعش در جهان به حمله های انگیزشی وابسته بوده است. حمله هایی که از سوی یک فرد اما با انگیزه گرفتن از پیام های داعش درباره چگونگی حمله ها را اندازی شدند. از همین رو به دنبال هدف های نرم بودند. مثلا در لندن و برخی از کشورهای اروپایی دیگر گویا حمله بر غیر نظامیان بوده. مثلا زیر گرفتن مردم با موتر، تاثیر امگیری کرونا این بوده است که در دسترس گرفتن چندین هدف ها را دشوار ساخته است. گرد همایی های بزرگ، ازدحام در جاده ها، رستوران های مزدحم و کنسرت های دیگر وجود ندارند. از همین رو سطح تهدید در بخش های غیر جنگی کاهش یافتند. اما در بخش‌های جنگی این گونه نیست، زیرا مقام‌ها نمی‌توانند محدودیت سفر تعیین کنند. اما حکومت‌ها به علت تدابیری که در برابر همگیری کرونا گرفتند، در سازماندهی تمویل و فعالیت با دشواری روبرو هستند. در حالی که حراس افغانان چنین محدودیت‌ها را نمی‌بینند و در نتیجه سطح تهدیدها در بخش‌های جنگی افزایش یافته است. اما اثرهای درازمدت همگیری کرونا را نباید فراموش کنیم. اثرهای اقتصادی آن ناداری، بهاشرویی و تندروی را افزایش می‌دهند و فکر می‌کنم که برای پیامدهای اثرهای درازمدت آن باید آماده باشیم. همچنان اگر حکومت‌ها همگیری کرونا را درست مدیریت نکنند، اعتبار خودشان کاهش خواهد یافت و حراس افغانان نیرومندتر خواهند شد. این یک پیامد منفی خواهد بود. در بخش‌های غیر جنگی هم محدودیت‌های کاهش می‌یابند و سرانجام برخی از هدف‌ها برای حمله‌های حراس افغانانه دوباره پیدا خواهند شد و در برخی از جاها پیدا شدند. در ماه‌های گذشته در بخش‌های غیر جنگی گواه برخی از حمله‌ها نیز بودیم. ممکن است که در دوره نخست همگیری کرونا بیشتر اوقاتشان را در اینترنت سپری کردن تبلیغات گسترده کرده باشد و مردم با آنها گوش کرده باشند. امکان دارد که تعریضی های بسیار شده باشد و زمانی که محدودیت های گشت و گذار کاهش می‌یابند حمله های بسیاری را ببینیم، زیرا بسیاری از مردم برای آن تعریضی کردند و شاید بتوانند این حمله ها را انجام دهند. And then as lockdowns ease, it may be that we see a rash of attacks because people have planned to do that and then suddenly they're able to do that. Thank you for the very informative answer. تشکر برای این پاسخ. پرسش اخیر این که پس از یک توافق صلح در افغانستان، اهمیت ادامه کار تیمتان را در کشور چگونه می‌بینید؟ Well, that will of course depend on our mandate, and our mandate is always dependent upon.
این به ماموریت ما وابسته خواهد بود. ماموریت ما همواره به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بستگی دارد. هر روند سال در افغانستان به یک توافقنامه شورای امنیت امرا خواهد بود. شاید پیش از رسیدن به توافق گواهی یک قطعنامه باشیم. اکنون ماموریت ما بر بنیاد قطعنامه 1988 نظارت بر طالبان همچون تهدید در برابر سال و امنیت در افغانستان است. بخش از این ماموریت هم پشتیبانی از روند سال در افغانستان است. اکنون بخش بزرگ از کمیته تحریم ها و تیم نظارتی بر عملی کردن معافیت از ممنوعیت سفر اعضای طالبان است تا بتوانند به هدف مذاکرات سال سفر کنند. دوره این تحریم ها به دست شورای امنیت سازمان ملل است. اگر تحریم ها پایان یابند بسیار ممکن است که ماموریت تیم نظارتی هم پایان یابد. اگر تحریم ها با تغییر و یا به گونه کنونی اما با تمرکز روی تسهیل سال ادامه یابند، تیم نظارتی هم به ماموریتش ادامه خواهد داد. ما بیشتر از هر بخش دیگر جهان به افغانستان سفر کرده ایم و هدف کنونی ما این است که این سفرها را ادامه دهیم. اما سرانجام کار ما بر بنیاد قطعنامه 1988 است و همواره کار را انجام خواهیم داد که شورای امنیت از ما بخواهد. آقای ادموند فیتون براون، هماهنگ کننده تیم نظارتی سازمان ملل متحد، تشکر از وقتتان. تشکر، باعث خوشحالی من بود.